میشه، بیام بیرون قطع میشه. بری بیرون قطع میشه دیگه. چرا چی شده؟ مرتضی رو چک کنم بخاطر این مرتضی تو راه مرتضی که چک کنم. مرتضی که پورعلی گنجی دوستت قد شد. سبینم اینجا ببینم شیس رضایی چک کریم شما بیا بادم. آه داگلس کوستا رو بیاریم بالا از رونالدو سوال کنید. رامین چی شد؟ آه اینجا راه اینجون بیا بالا قد شدی داشت حسین تو قد شد حسین بودا شاره قد شد من زنگ زده بودم خوبی دی؟ زوس مای برو واتس اپ. آره داشت خوب داشت یه خاطره شیرین میگفتی، گفتی کی داره میاد؟ مرتضی پولعلی گنجی داره میاد. آره دو بیارش تو لایو الان همینجا اومد خفتش. آره دیروز یه بازی باحال کردیم با سعید سرزت اللهی، چیز بود اسم بازی بود، هر اسمی میگفتی بعد تا آخرش با آخر اسمش یه اسم میگفتی. میدونی چی میگم؟ من زیاد خوب نیستم تو اسم. نه میدونم، ولی دارم یه بازی یاد مردم میدیم دیگه، یعنی مثلا محمد بعد با ده باید بگی بازی ها رو که مردم باید یادمون بدن. آره من سعی کردم بازی های سنگ‌ها قیچی آنلاین هم حتی براشون طراحی کنم تو این سایت زیبا. یه قرعه کشی راستی داشتیم از بین هوادارام، یه عدد از 1 تا 21 انتخاب کن. من 1 تا 21 عدد 6 اوکی. آره من شما چون 21 نفر رو برای قرعه کشی انتخاب کردیم، شماره 6ش 100% برنده. سلام به تیم میگم که اونو برنده بکنم. چرا 6 حالا؟ همینجوری 6 6 عدد شیطانی داشت. 666 کلمه تختی ها 666 من 7 تو خیلی دوستم. شماره خودت چنده بازی میکنیم؟ من شماره خودم که روز تولدم همیشه بود 27 اسفند، روزی که به دنیا آمدم 27. اه تو هم آکاریوسی؟ آره من هم همینطور، من 6 بهمنم. جدی؟ نه تو آکاریوس مطمئن هستم. تو بعدیش میشه. من چه سالی به دنیا اومدی؟ من 1369. 69؟ چه عددی؟ یا بالا مرتضی. آره من 67 هم دیگه، حتی آخر 67 یه جوری 68 میشه. چه ماهی؟ 6 بهمن دیگه. 6 بهمن. آقا خاطر شیرین رو یاد رفت بگی. خاطر شیرین از چی بگم؟ یه خاطر خنده دار که خودتون بین بچه ها میخندی نمیشه. مات علی بیرام هم باشه. میخواستم بگم علی بیرام هم بگم چیره مغزم رو خوندی. اتفاقا تو لایو با کی داشتیم لایو میذاشتیم؟ اومد با سعید، اومد تو لایو هم بیار فکر کنم الان هم بیاد. هلو can you let Murtaza to come up please. Come up, please. His name Murtaza, okay? Yes, thank you. It's the reception, right? Thank you, yes, please. What's the reception? Okay. Can you let Murtaza? اینجوری گفتی can you let مرتضی، انگار یارو مرتضی پسر خاله‌ش. آخه این عربی هن دیگه، باشه همینجور صحبت کنیم. بگو المرتضی.
دیدی جون شنیدم میخوای زن بگیری، خوش دید. تو چهار ماهت هم نشده هنوز. It's coming, yeah. No problem, we did. Thank you, Baba. Baba. Hello. مخابرات شد. Yes, let me come. What? بابا خاطره هر وقت میخوام بگم قطع میشه همه چی. خواه آره برو. علیرضا بیابان داشتی میگفتی. علیرضا باید باشه خاطره بگم من. علی نه حالا بگو غیبت که نیست، خاطره سیه. نه خاطره که از علی نی، من خاطره که یه دونه از چی بگم، خاطره خوب دیگه. آره خنده دار شیرین باشه. من از پسر فانی نیستم زیاد. چرا خاطره خنده دار داری ولی دیگه بگو، اشکال نداره. یه زن دهنه دار شاید نباشه. و بگو ما میخندیم. نمیشه که حالا یه چیزی بگو دیگه، خاطرم شیرین بگو. بهترین حسی که بهترین بازی که تو تیم ملی داشتی کدوم بازی بود؟ آها این خوب قشنگ بود سوالم. من بهترین بازیات که خب انجام دادم جام جهانی بی نظیر بود. بازیایی که حالا بهترین بازی که نمیتونم بگم، ولی ولی یه بازی مثلا بخوای انتخاب کنی به نظر خودت پرفورمنس خودت خیلی خوبه. بازی اسپانیا. با اسپانیا آره. آره. یه دونه مثلا خب اون گلی که خوردیم خب متاسفانه حالا من دفعی کردم خورده بود به پاش دیگه، بعدش خب تونستم دوباره مثلا یک توپ از رو در خط دروازه مثلا در بیارم. نمره است. راموس هم تو بود آره. نمره آره. نمره 7.5 بگیرم از یعنی با اینکه یه دونه گل زده بودم حالا با اون اتفاقی که افتاد، ولی جز بهترین باید بکنم بهترین بودم. حالا فکر کنم بهترین بازیکن زمین شدم، دومین نفر فکر کنم شده بودم بازی بازی. وان شات خیلی خفنه دیوید بکامی میکشیدشن بود. بعد دیگه تو پاس هم دادم که سعیدم که گل زده بود کراسی کرده بودم، ولی خب اون صحنه بی‌نظیر بود دیگه. گل زدیم اصلا دوره جام جهانی کلا انگار کل ایران رو هم متحد میشن. خیلی باحال. اصلا بین جو استادیوم بعد حساب کنم مثلا تو روسیه بازی داشتن همه ایرانی بی‌نظیرن، هوادار ایران بی‌نظیر. من بودم که می‌دونستی اونجا بودم. دیگه سر نزدی به ما دیگه. من یه بازی رو اومدم با کی بود بردیم فکر کنم آره با مراکش. با واه 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 دقیقه 90 بود چی بود یه گل زدیم عالی بود. با قدم من بود اگه بازی دیگه هم میمدم الان قهرمان جهان. انقدر دلامون یکی بود آقا حسین، انقدر همون زمین خدا میده دیگه. یعنی من معتقدم برای اینکه یه تیمی که محکم باشه دلاشون یکی باشه واقعا پشت هم باشن چه رو نیمکت چه تو زمین، خدا بهشون برکت میده تو زمین. آقا من سوالایی که مردم دارن پای می نویسن و بعد من دارم میخونم. یکی زده سعید اسپانیایی بلده. الان مرتضی هم جایدن اسپانیه بلده. هم مرتضی هم سعید. ایتو یکی هم زده کی برمیگردی پرسپولیس. یکی نوشته بود پرسپولیس که تو دلمونه دیگه. به احتمالش هست دوباره در آینده، حالا معلوم نیست کی برگردی. God's plan. God's plan ها. God's hand. دست خداست. نه ایشالله که هر جسی موفق باشی و مهم اینه که افتخار آفرینی کنی برای تیم ملی اون. حالا باشگاه دیگه چی بود؟ آهنگای خوب بخونی، آهنگایی که مردم بتونن باهاش کلی خاطره درست کنن مثل الان و آرزو بهترینا برات بگم حسین جان. خیلی گلی داداش. چکرتی. حالا مرتضی اومد بگو بیاد تو چیزمون تو لایومون. اومد بالا الان یا نه هنوز؟ نه نه اومد هنوز مرتضی. تو میخوای صحبت کنیم تا بیاد؟ باشه صحبت کنیم. میخوای من یه خاطره فوتبالی بگم؟ ببینم از جام جهانی چه خاطره داریم. جام جهانی حتی آخه جام جهانی اونجا من همش درگیر یه فیلم برداری مستند بودم، خیلی درگیرش بودیم، ولی همین که دقیقه 90 یه گل زدین و اون اتفاق افتاد اصلا، و منم با مردم اومدم بیرون خیلی حال داد اصلا، جو رو میدیدم همه بزن و برقص و شاد و این عزیز. حالا جب شما جب بیرون رو میدید، ما که داخل زمین بودیم خب مسلمان جبش خیلی بیشتره. حالا شما که مثلا حالا کنسرینا زیاد دادی خودت میدید. بازی با پرتغال بگو راستی. بازی با پرتغال که
دیگه رونالدو خوب روبروی من بازی میکرد دیگه، بازیکنی که بازیکن مورد علاقه من مسئولش بودی ها زمین، ولی نه دیگه اصلا زیاد توجه به اسم و این چیزا نمیکرد. خود من حالا بچه‌ای که با من بازی میکنم میدونن این زد تو زمین پول روتوری بازی میکنیم، یعنی دیگه رونالدو مونالدو نمیشنسی دشمن هم واقعا دیگه اصلا اون لحظه شاید دنبال به چیزی به ذهنم خطور نمیشد غیر از موفقیت تیم ملی ایران. زد تو رونالدو رو کی گرفت؟ چی؟ حالا افتخارمون بود که حالا رونالدو خیلی بازی کنه بی نظیر، حالا اون بازی ها رو زیاد سرحال نبود. تیشرتشو آخرش کسی گرفت یا نه؟ نه اصلا کسی با هیچ بازیکن پرتغالی پیرنش عوض نکرد، چون موقعی که باخت سود نکرد یادم کیروش اومده بود بعد بازی تو رختکن با صدای بلند داد زده بود کدوم بازیکن پیرنشو چنج کرد و بازیکن دیگه، که واقعا همه بچه‌ها سرمون رو بالا کردن گفتیم میشی، یعنی انقدر رو ایران غیرت داشت واقعا بی‌نظیر بود، یعنی مربی بی‌نظیر. و خاطراتی داریم که اصلا فکر نکنم این خاطرات رو باید تبدیل فیلم کرد، فکر کنم خاطرات تیم ملی رو اون رفتن اون سود به جام جهانی کلا حالا دوره تیم ملی. الان مربی کیه؟ مربی تیم ملی کیروش هنوز؟ آقای نه آقای اسکوچیچ. آقای اسکوچیچ اسکوچیچ بس بازی ها رو بردین یا باختین؟ چطور پیش رفته تا الان؟ ما هنوز افتخاری نداشتیم که در تیم ملی باشیم و تمرین داشته باشیم با کار کنیم با آقای اسکوچیچ، ولی خب بعد داستان کرونا شاید اتفاق خوبی بیفته و بچه ها دور هم جمع شد تیم ملی ها بتونیم. اسکوچیچ از کجا برای کشور کرواسیه؟ سوال حاشیه‌ای نکن اوکی. برای کشور کرواسیه و بابا نمیدونم اصلا اسمش هم تازه نشد، من حدیث میگم کیروش تو قضیه. ما مربی خوبی تو کرواتی توی کروات تو ایران داشتیم، مثلا خود برانکوس بود، خیلی نتایج درخشانی گرفت، خیلی محبوبه خوبه. کروات یه دونه قبلش بود آقای بکوویچ، نمیدونم کی بود، خیلی شاید خدایی حیف شد رفت، یعنی اون اصلا خب دیگه اونم رفت جای بدی نرفت، خب رفت تیم ملی کولومبیا و اینکه آرزوی بهترینا، منی که شاگردش بودم حالا همیشه آرزوی موفقیت و بهترینا برای تمام مربیایی که باشون کار کردم میکنم و اینکه آقای کارلوس کیروش فکر کنم جای خیلی خوبی رفت. و از چند سالگی فوتبال بازی میکردی تو؟ ما از دستش دادیم حیف شد جان. از چند سالگی فوتبال بازی میکردی؟ بچگی حسین جان بازی میکردیم دیگه، همون چیزی که به شما گفتم چند تا ورزش رفتیم، کاراته و کشتی و خیلی ورزش های دیگه، ولی خب تهش دیگه مربی ها تشویقم کردم به فوتبال تا اینکه رسیدیم خودمون نشون دادیم و کم کم پله پله رسیدیم به جایی که بچگی دوستش داشتیم و تیم ملی و دیگه او یک دوستان نوشته توی لسن داگلس کوستا and sing in your song، یه داگلس کوستا داره آهنگ تو میخونه. کوستا کام نیکست لایف بازیکن چیز دیگه، هم بازیکن یوونتوس، الان الان یوونتوس نیست که یوونتوسه دیگه، با رونالدو بازی میکنه دفاع چپ رو مورده آف بک چپ سرعتیه. آره سیاه. آره سمت چپ هاف بک چپ. من فقط بازیکنای مورد، من مثلا همیشه تیم فالو نمیکنم، من بازیکن مورد علاقه ام، بازیکن رو دنبال میکنم. خب سر کاستارو کا میدونم کدوم میگی، خیلی خیلی تاپ تر از این فوتبالش، خیلی تاپ تر از اینه، ولی خب این موقع به چش نیومد دیگه فوتبالش. الان سر یوونتوس و رونالدو خیلی تو چشه، حتی تو فیفا هم امتیازش اومد بالا. فیفا بازی میکنی راستی؟ من نه، من سعی میکنم تو زمین اولین فوتبالیست تیم ملی که فیفا بازی نمیکنیم. نه آخه من همه دارم با من بازی که همه بازی کنن خوشم نمیاد. چی بازی دوست داری عزیزم؟ جدی میگم من همیشه دوست دارم بازی اسپشیال باشه، یعنی کسی بازی نکنه. اسپشیال دوست داری بازی؟ اوکی. نه جدی علاقه ای نداشتم، من 98 بازی میکردم اون خرافات. بازی مورد علاقه چیه دکتر؟ دفعه دایره سانت میکنه مربع شوت میزنه، حالا دیگه نمیدونم ال الیه که اگه تا اون حد میدونی که اصلا نیا توش، چون خیلی طول میکشه تا قویش. تا اون حد هم میبرم حسین بخورم. داداش یه سیکس پک نشونم میدی؟ داداش این کارا چیه؟ یه سیکس پک دیگه لب دریا، این همه مرد
خودت هم همش لختی تو ویدیوهایی که میذاری. آخه نه خاطر اینکه گرما خیلی زیاده اینجا. حالا خودت دبی بودی. حالا لایو ما فقط چیز داره یعنی حالا شب خب موقعیت قشنگی نیست دارم این کارو بکنم. او بیا من یک سیکس پک داشتم اول از سیکس پک هم شروع میکردم من هم ولی بودم این کارو میکردم قطعا مشکل دارم فردا میان بالا سر قطر میان چیکار کردی نیشه دیگه حتی کرونا داشت اصلا کسی با کسی تو دنیا کاری نداره انقدر همه درگیر این کرونا شدن اصلا الان ملت بانک هم بزنن دیگه کارشون ندارم اصلا نرید بانک بزنید بعد آموزش ایشالله که من دعا میکنم که خیلی زود تموم بشه این داستان. واقعا خودتو هم معلوم از این داستان خیلی داری خسته میشی. آره بابا من آخه ما عید نوروز شلوغ ترین چیه تایم کاریمونه. بعد فکر کنم مثلا کنسرت های کل عید نوروز هم تقریبا 10 تا کنسرت رو کنسل شد. دیگه قسمت بوده ولی الان شاید اینجوری شده که خود تو مثلا با این همه کنسرتایی که داشتی و متاسفانه کنسل شد دیگه و حالا خود ما بازیایی که داشتیم ولی به نظرم خیریتی توش بود. یکی اینکه آدمو قدر همو بیشتر دونستن، دو اینکه به خودشناسی بیشتر رسیدن چون تو تنهایی موندن، سه اینکه دیگه چی، سه اینکه من کارهایی که تا حالا نمی‌کردم و وقتشو نداشتم الان قشنگ تو استودیو یه سری آهنگ دارم کار میکنم چون من خونم استودیو دارم دیگه همش تو اونجا دیدم. آره اونجا کار میکنم و دیگه یه جوری اصلا بیرون نمیرفتم فقط واسه کنسرت ها میرفتم. یه موزیک جدید بده بیرون دیگه داری کار میکنی. آره دیگه 100% یکی دوتا میدم تو همین چند هفته آینده سورپرایز زیاد داری. یه جام جهانی بعدی ایشالله بزن سعود کنیم. ایشالله سعود همون تو قبل سعود کردن بازی حساس که میخوریم بگو که دیگه ایشالله نه فقط تاریخ کل جام جهانی تاریخ دو بعد یه سه سال بعد دو سال و نیم بعد فکر کنم تو خود قطره. تو قطره؟ آره دیگه. نه بابا تو از اونجا رفتی آه. الان که آب و هواش به بدنت بسازه دیگه علی کردی ایشالله عیز رنگ بابا این دوستایی یه ذره بعضی از بی احترامی میکنن دوستای آبی مونن یه ذره رعایت کنید دیگه. شما که من که کلا به شما هیچ وقت بی احترامی کردم اینجا رفتم نه چالش با شما اخلاق خیلی خوبه که هممون داشته باشیم. خلاص میتونید کل کل کنید ولی بی احترامی نکنید. من که ندیدم کلا سعی کنیم با هم دیگه همیشه احترام بذاریم. هممون ایرانی و همیشه این رنگا تو زمین هر کی جای بازی میکنه با تمام وجودش بازی میکنه. فکر کنم احترام گذاشتم به هم دیگه خیلی قشنگه. این کلکلاش همیشه تو زمین فوتبال بین هوادارا باشه خیلی قشنگه. آره تو استادیوم برید داد بیداد کنید. آره دیگه چون بدون هوادار اصلا فوتبال هیچ معنی نداره و من همیشه روز بازیکنایی بودم که اصلا من نمیشستم. همیشه احترام گذاشتم به طرفدارای حالا هر جایی که بودن. آره من اونایی که اصلا چیزی حرف بدی زدن و همین الان بلاک رو هایت میکنم. هیچ وقت چون بی احترامی کردن دوست ندارم. همیشه جواب بی احترامی رو با احترام دادم که همیشه خوب. آره دیگه داداش اصلا دارم دیگه بعد هدف پرچم بالا بردن تیم ملیه دیگه عزیز دل من واسه آقا این کسایی که تو لابیتون کار میکنن مرتضی رو کشتن چی شد؟ نه مرتضی آخه پایین منتظره ما داریم میریم جایی اوکی فکرم داریم میاد بالا من گفتم وایس اینجا بیاد نه داریم میریم جایی بیرون منتظره لباسش هم زیاد مرتب نیست شاید نمیخواد تو لابی بیاد کجا داریم میریم یه جا والیبال بزنیم ایا اوکی داداش برو خوش بگذره سالون دو به دو میریم والیبال دو به دو دو به دو اون دو تای یکی هم چرا همه چی میخندی پسرم دیگه قربونت برم من نبودم دخترم یا پسرم ما هم میشناسیم آخه نه شما وقتی حسین تویی خلاصه دیگه اسم گذره داستان داری من از اتفاقا تنها کسی که تو کل خواننده و داستان نداره منم واسه همین همه شما فوتبالیستا رو دل بگیر اینا دل زیاد توش داره تو موزیکات واسه همین همش باید یه دلی بدی دل همه چی دلیه اینا گفتم هر چی دلی بدیم و قرار دلا رو بشکنیم دلو بده نه من چون همیشه صفم خیلی فیلتر شده است و خیلی تمیز و خانواده و همه چی هست واسه همینه خب شما هم همه راحت میان توش و همه آدم های مجاز و فلان هم راحت میان به خاطر اینکه
نه داست دنبال داستان و سیاست و هر چیزای بد رفتیم، نه بد آموزی داشتیم هیچ وقت. خلاصه که مسیر خوب رفتی که همیشه هم هم دعای مردم خدا زیر نظر داشته واسه همین رو هر روز داری موفقیت عزیز دلی باش تو هم همینطور. ایشالله هم همینجور بری بالاتر و ما بالاتر جام جهانی 22 فکر کنم جام جهانی 22 ببینیم تو قطر حسابی خوش بده رخشی قربونت برم باش والیبال خوش بگذره به مرتضی و اون دوتا دوستامون هم سلام برسون حتما با افتخار عکس هم بشون چکه مخلص چون